در این قسمت از برنامه گفتگوی خواهم داشت با محمدرضا شالبونی در بررسی ابعاد سیاسی اجتماعی زلزله اخیر در غرب کشور. با سلام به رفیق محمدرضا شالبونی. سلام عرض میکنم داریش شام، زنده باشید. و سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر، زنده باشید. من فکر کردم که این هفته یه مقدار به شکل مفصلتر در رابطه با زمین لرزه اخیر در منطقه کرمانشاه و اطرافش صحبت داشته باشیم و از اونجایی که این ماجرا علاوه بر این که بسیار دردناک بود طبیعتا ابعاد سیاسی اجتماعی بسیار وسیعی هم داشت، بیشتر خواستیم از این زاویه وارد مسئله بشیم. به عنوان مثال یکی از مسائلی که پیش از هر چیزی شاید جلب توجه کرد میزان اظهار همبستگی عظیمی بود که از طرف مردم با زلزله‌زدگان شاهد بودیم. حجم عظیم کمک ها و کمک رسانی ها که از طریق تشکل های خودجوش و خیلی سریع مردم با اون سرعت و گستردگی واقعا شگفت انگیز و ستایش انگیز بود و خود همین قضیه ابعاد مختلفی داره که میشه از بهش پرداخت. من جمله هم میخواستم از اینجا شروع بکنم که همونطور که در تمام رسانه‌های اجتماعی هم انعکاس پیدا کرد، بخشی از این سازمانیابی و این تلاش مردم برای رسوندن کمکاشون به مردم ناشی از بی‌اعتمادی اونها به تمامی دستگاه‌های دولتی بود. این قضیه رو چطور شما میبینید؟ منم فکر میکنم که خب اولا که تسلیت عرض میکنم به تمام مردم ایران و تمام مصیبت دیدگان و اینا، و چیز فاجعه بزرگی بود و فاجعه بزرگتر که ما این حکومتی که گرفتارش هستیم که در این لحظه های حساس آدم میبینه که چقدر چه خاکی به سرمون ریخته در واقع اصلا مسئله اینه. اما در رابطه با این مسئله توجه داشته باشید که یکی از دلایل این که همیشه مردم بسیط میشن در وهله اول خود حس همبستگیه. توجه باید داشته باشیم که درسته در ایران ملیت ها، زبان ها و چیزهای مختلف وجود داره، ولی این برخلاف اونجا که بعضی ها فکر میکنن نقطه ضعف ایران نیست. یعنی در واقع در مردم ایران یک رنگین کمان زیبایی رو تشکیل میدن که اینها به معنای نیست که همدیگر رو نمیفهمند. واقعیت اینه که حتی ایران شاید بشه گفت که در قرن، از اوائل قرن بیستم که مثلا انقلاب مشروطیت رو مبنا قرار بدیم، یکی از اولین ملت‌های خاورمیانه و آسیاست حتی که به اصطلاح ملت به معنای جدیدش، یعنی در واقع اون جامعه تصوری که مثل یک به اصطلاح کامیونیتی، مثل یک همبستگی حتی فامیلی همدیگر رو میبینن، بر معنای جدیدش اینطوریه دیگه که در واقع کسی که در خوی نشسته، کسی که در چاه بار نشسته، فکر میکنن یه ما هستی. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. این در ایران زودتر شکل گرفت، یعنی اینطوری نیست. ما حالا بیش از 100 سال از انقلاب مشروطیت ما میگذره و در این دوره حوادثی که اتفاق افتاده و ایرانیا در این حوزه ها انصافاً در سطح جوامع به اصطلاح آسیا یا فلان در نظر بگیریم خیلی پیشرفته بودن، اینطوری نبوده که، یعنی بی خود خودمون رو دست کم نباید بگیریم. ملتی وجود داره، ملت ایران وجود داره. این به معنای نیست که مثلا همه فارس هستم و فلان. میدونید که من خودم هم که میبینید یه لحجه هم هستم ترکیه غلیظه که اصلا نمیخوام که اصلا عوضش کنم، یعنی افتخارم میکنم که اینطوری هستم. ولی منظورم اینه که چی هستش، ایرانی ها همبستگی دارن، ملت هستن. بنابراین در وهله اول این بسیط شدن در مصیبت ها، در حوادث بزرگ ناشی از همبستگی به اصطلاح اون خیشاوندی، احساس خیشاوندیه. مثلا میگن که وقتی که فرانسه آزاد شد از اشغال نازی ها، مثلا 3-4 روز هیچ جرمی اتفاق نیفتاد در تمام خاک فرانسه. اینو ما در دوره انقلاب هم دیدیم دیگه که در یه لحظه های حساس واقعا
همه به داد هم میرسیدن. این آدم توش. مسئله دوم که خیلی در همبستگی خیلی مهمه، حتما بی‌اعتمادی به یک پدیده است. یعنی ما با هم جمع میشیم در مقابل یک چیز، اون ممکنه حادثه طبیعی باشه که اینجا حادثه طبیعیه، مثلا یه سانحه هست، یه مصیبت طبیعیه، ولی اگر حکومتی واقعا وجود داشته باشه که مردم بهش اعتماد داشته باشن، یه طوری عمل میکنن، اگه نباشه نه طوری دیگه عمل میکنن. بنابراین اینه که همین چه اشاره کردید خودتون، این مسئله که مردم به حکومت اعتماد ندارن و اینو به انهای مختلف دیدید دیگه، بهترین موردش دیدید کجا بود دیگه، اونجا که روحانی رفته بود اون حرفهای گوهربارش رو در اونجا میگفت و فلان و اینا، از اون ماشینش و فلان، حالا خواست از ارتش و نیروهای مسلح رو تازه تا میگفت، نیروهای مسلح کجا؟ مردم ریختن اصلا. بعد اونجا که داشت صحبت میکرد از سپاه و از ارتش و سپاه، بعد اعتراضات دیدید بلند شد دیگه. یعنی مردم اصلا خیلی آگاهانه، خیلی بهتر از ماها اصلا فرق میذارم، حساب شده. یعنی این یک چیز هوشیاریه، هوشیاری نه که مثلا نقشه کشیدن که اونجا این کار رو بکنم، اصلا اتوماتیکی میاد اصلا، در جا شپاه فلانی در کار نیست اصلا، اینجا چستش. بعد مردم دیدید که حتی مثلا آدم هایی که مثلا اندکی شناخته شده بودن، این که مثلا داخل کاملا رژیم نیستن یا فلانند و اینها، یه دفعه یک حسابی دادن و همه شگفت زده بودن که چقدر کمک رسید، چقدر پولهای هنگفتی جمع شد و فلان و بهمان. یعنی این یه واقعیتیه. مسئله دیگری که وجود داره عبارت از اینه که در این ماجرا یک منطقه هم هست که اونجا یکی از موارد بیمهری حکومته، توجه داشته باشید که در به کشور مخصوصا کرمانشاه مخصوصا کردستان، توجه داشته باشید که اینها یعنی چیزهای ناتنیه، اتباع ناتنی حکومت هستن، به اصطلاح شهروندهای ناتنی کشور تلقی میشن. بنابراین مردم حساسیت ویژه‌ای دارن، حساسیت ویژه‌ای نشون میدن. و رژیم چه کار میکنه در این لحظه، مخصوصا هر قدر رژیم این کارها رو بکنه مردم بیشتر برانگیخته میشن، حس اون همبستگی بیشتر میشه. اون چطوری بود؟ مثلا یه دفعه این آدمهایی که میان یه حرفهای پرت و پلا میگن و فلان، مثلا زلزله مصیبت یه گناهان و فلان، اون هم مثلا آخوند شیعه داره میگه در منطقه مثلا سرپل زهاب و اینا، که بسیاری از اونها از اهل حق هستن، اونها اصلا اعتقاد نداره، شما اصلا در واقع نمک میپاشید به زخمهای این. یکی از بخشای بود که میخواستم بهش بپردیم، اگه اجازه بدید حتما بهش برمیگردیم. بحث بیاعتمادی رو به نظر میاد که دو طرف هست، یعنی مقامات رژیم هم نسبت به مردمی که اونجا جمع شده بودن بیاعتماد بودن، چرا که بعد از این که به هر حال یه هفته بعد از این که اعلام کردن قضیه تمام شده، رهبر بابسیرت به قول شما سفر کرد به اونجا و ویدیوهایی که ازش پخش شد در این رابطه نشون میده که حتی یک نفرم از مردم آسیب دیده محلی توی این جمع شعار دهنده نبود. مسلمه اونا آدم میبرن اونجا، همیشه دیدیم دیگه، اصلا در کشور استبداد زده ما خودم اصلا به تجربه دیدم، اصلا آدم میارن اونجا دکور درست میکنن و فلان و اینها، اصلا تصادفا این رهبرا که میان در کشور ما اینطوریه، در زمان شاه متاسفانه اینطوری بود، حالا خیلی بدتره. در واقع خود اون یه عالم نیرو میگیره، این رهبرا رو نمیدونم چیزهای امنیتیش رو جور بکنن و فلان. شنیدید دیگه که مثلا خامنه ای در ماجرای بم، در زلزله بم با لباس مبدل رفته و چه خبرته اصلا بم آخ اینجا اصلا که شهر به اون تاریخی با اون عظمت فلان نابود شده، تو الان لباس مبدل میپوشی مرد که میری اونجا، این چه چیزیه؟ مثلا توجه داشته باشید که اینها اصلا نیرو میگیره از اون کمک رسانها و اینها، واقعیت اینه. من اصلا اینو حتی در دوره شاه دیدم خودم، اصلا در چون منطقه زلزله زده در سال 47 بودم در زلزله طبس و فلان، خودم اصلا دیدم اینو کمک نمی کنه، بدتر می کنه. اشاره کردید به این که منطقه زلزله زده در حقیقت جزو مناطق اقلیت‌های ملی، حالا بشه گفت یکی از ملیت‌های ایران هست،
و اتفاقا همون منطقه هم هست که اخیراً به واسطه ماجرای همه‌پرسی اقلیم کردستان بعد از قتل کولبرها به وسیله مقامات جمهوری اسلامی و کلن مسئله سنی ها برخوردشون با رهبر سنی های بلوچ و اینها جزء مناطقی بوده که مقامات جمهوری اسلامی به قول شما همواره مورد بیمهری قرار دادند. با وجود این یکی از مثلا وجوهی که واقعا انسان را تحت تاثیر قرار میداد همین بی تفاوتی مردم به این مرزبندی های مصنوعی بود که رژیم سعی میکنه ایجاد بکنه. این قضیه به نظر شما چقدر اهمیت داره؟ در اصطلاح میشه اینو به عنوان یک پاسخی از سوی مردم به سیاست های جمهوری اسلامی در قبال ملیت های دیگه یا اقلیت های قومی و مذهبی و اینها مسلمه. این اصلا خود یکی از نه اینکه این اسلامی که اینا میگن، نه اینکه مردم ایران، من با اینکه خودم کمونیست هستم هیچ اعتقاد مذهبی ندارم، ولی تردیدی ندارم که اکثریت مردم اعتقادات مذهبی دارن و مسلمان هستن. حالا ممکن نماز بخونن، روزه بگیرن یا نگیرن، اونا مهم نیست، اعتقادات دارن. در تمام دنیا اینطوری است، اکثریت مردم اعتقادات مذهبی دارن، متاسفانه اینطوریه، ولی دارن دیگه، ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. ولی این به معنا این نیست که مثلا از اون اسلامی که اینها درست کردن، اینو نمایندگی کردن، خوششون میاد. حتی اونهایی که واقعا مسلمانان عامل واقعا مؤمن و معتقد هستن، از اینها غالبشون بعدشون میاد. یه عده نان به نرخ روز خورد و جیره خور، آره اونها وظیفهشون این کارها رو بکنن، درآمد دارن، از اونجا نون میخورن، ولی بقیه اینطوری نیستن. بنابراینه که نه تنها اونها، حتی من فکر میکنم که مثلا توجه داشته باشید که در برخوردی که در مازندران با بهایی ها کردن، اکثر اصناف اون شهرها چطوری برخورد کردن با این ایرانی ها. اون نه اینکه اعتقادات مثلا بهایی رو قبول دارن چون مذهب حق هست خودشون مثلا بیتا، نه اصلا یه آدم خوبیه، چون این اسلام رو قبول ندارن، این اسلام بدنام شده، رسوا شده. بنابراینه که و این علاوه اینا هم وطنشون هستن. مسئله پارت از این، این در ایران من یعنی معتقدم که این مسئله تا حد بیش از حد تا پخته شده که این حکومت اگه بره، هر حکومتی که بیاد ممکنه وضعمون خیلی خوب نشه ها، ولی هر حکومتی بیاد دو چیز محرزه. اولا این کهتری زنان کنار گذاشته خواهد شد، مردم اینو تحمل نخواهند کرد. یه زنها رو قائم کنی، این اصلا نمیشه. زنهای ایران هم نشون داد. دوم اینکه جدایی دین از دولت حتما مردم اصرار خواهند کرد. یعنی این دو تا چیزی که همین الان ثبت شده است اصلا. بنابراین که مردم از اون اسلام و فلان بعدشون میاد، اعلق چه؟ اعلق بابا تمام ادبیات ما، فرهنگ ما رو در نظر بگیرید، مثلا باید مولوی رو همون موقع بایستید مثلا بفرستید به فلان، مثلا اون وقت مثلا خیلی از چیزهای عطار نیشابوری هم باید مرتد باشه، و البته امروز بودن مرتد تلقی می شدن هم دشون حرف های هم چه. یعنی در واقع میشه گفت که برخورد مردم در این رابطه به نوعی خواست اونها رو در تشکیل یک حکومت سکولار دارد. یه چیزی رو بگم که حالا یادم افتاد، که من از یک کسی پرسیدم، چون مسئله این میدونستم که این آرامگاه استر و مردخای، اون که در تورات هم اومده دیگه، هم زن چیز بوده، هم اون یهودی بوده که اون رو به اصطلاح باعث شده، استر بوده، همدان هستش بوده. حالا واقعی یا غیر واقعی مبست، من فکر میکردم که حالا در دوره جمهوری اسلامی حتما این مردم بستند و فلان و فلان. یک نفر رفته بود همدان و اینها، با هم صحبت میکرد و پرسیدم که اینجا تو دیدی؟ گفت تصادفا رفتم اونجا. گفتم خراب نشده؟ گفت که مردم شم میبرن میذارن. دقت کنید ها، یهودی نشدن ولی احترام میذارن. در گذشته ما من جمله خود شما چندین بار در رابطه با نقش تعیین کننده و بسیار تاثیرگذار رسانه‌های اجتماعی مثل تلگرام و غیره گذاره
در قدرت در مثلا سازمان یابی و سازماندهی مردم به وسیله خودشون روش تاکید کردیم و صحبت کردیم. در جریان زلزله اخیر هم این ماجرا بسیار نقشش قابل مثلا قابل دیدن بود. فکر میکنید که خود این مسئله و در کنار اون این قدرت سازمانیابی تودا چقدر میتونه به اونها به اصطلاح به اعتماد به نفس تودا به قدرت خودشون در سایر زمین ها در بخش های دیگه در مبارزات دیگه ای که با جمهوری اسلامی دارند و مطمئنن روبه گسترش هم هست و میبینیم روبه گسترشه چقدر در اون تأثیر خواهد گذاشت این اعتماد به نفس توده؟ من چه فکر میکنم که از نظر اطلاع رسانی و اینا رژیم شکست برده کاملا. حالا خیلی یعنی امکانات از هم این رسانه های اجتماعی است، هم این تلویزیون های ماهواره‌ای، مثلا اون که دولت های دیگه درست کردند و فلان، مردم اخبار و حوادث رو از طریق صدا و سیما گوش نمیدن. این خیلی روشنه. یه روزی واقعا کنترل امکان پذیر بود، حالا اون کنترل امکان ناپذیره، یعنی اصلا رفته به گذشته تعلق داره. بنابراین مردم خودشون سازمان میدن. میدونید که در بین حتی کشورها در ایران در مقایسه با حتی کشورهای پیشرفته تر میگن که از این مسائل بیشتر مردم استفاده میکنن. علتش هم خیلی روشنه چرا. بعد مسئله دیگری که وجود داره اون خیلی اهمیت کلیدی داره، اون عبارت از اینه که مردم در این رابطه اصلاح جهتدار هستند. یعنی در واقع در یک جاهایی توافقهایی صورت گرفته، یک چیزهایی بد هستند حالا در بین مردم با نظرات مختلف و فلان. حتی من میتونم اینطوری جسورانه اینو بگم، یعنی واقعا نمیخوام اینطوری به اصلاح سیاسی کاری بکنیم که الکی آل به اصلاح چی بکنیم آرایش بدیم قضیه رو فلان. مردم شاید هنوز آلترناتیوی ندارن که بدونن که چه میخوام بزنن، یعنی امیدی نارن یه نیروی بیاد واقعا کار رو خراب نکنه. اونقدر مارگزیده میگن از ریسمان سیاسی میترسه اینطوریه. ولی یک چیز ها روشنه، اون عبارت از اینه که اون چیزی که کائنات این جمهوری اسلامی دیگه مطرود هستش. بنابراین اینه که مردم سازمان میدن خودشون رو، ارتباط دارن با هم دیگه، یعنی با هم نمیبینید جوک ها نمیدونم حکایت ها شعر ها فلان و تصویر ها. یعنی حکومت بیچاره شده از این نظر، واقعا داغون شده است. منتها چرا پس مردم کاری نمی کنن؟ خب خیلی پاسخ روشنی داره. آدم نمیتونه در اروپا بشینه به جواب کاری بکنید و فلان. هزینه سرانه اقدام سیاسی، اقدامی که علیه رژیم باشه سر راست و وایستی وسط خیابون چه بگی، سنگینه. اون وقت بالا میره که امکان به اصطلاح گروه بزرگی از مردم که گرد بیان فراهم بشه. این چه میشه، چه حوادثی میتونه کمک کنه؟ تصادفا یکی از این حوادث میتونه از این نوع چیزا باشه. یه دفعه زلزله دیدید، یه زلزله میشه، جنگی در یه جنگی یه کشوری حمله میکنه به یه، یا شما به یه کشور دیگه، دولتتون به یه کشور دیگه حمله میکنه، اونجاست که یه دفعه دیدی که مردم جسارت پیدا میکنن. به لوکزامبورگ، روزا لوکزامبورگ یه حرف قشنگی داره، میگه که اونهایی که واقعا در شرایط عادی حتی نمیتونن اعتصاب و فلان اینا بکنن، در دورهایی که ویژه هست، در واقع دوره‌های انقلابی میتونیم بهش بگیم، به فداکاری‌ها و جانفشانی‌های بزرگی رو میارن که جز اون شور و شوقی که در اون لحظه هست، اگر چیز دیگری به جای اونها بود نمیشد تحمل کرده است. یعنی به کمک اون شور و شوق میشه اون فداکاری‌های بزرگ. چنین چیزهایی تصادفاً در این جور جاها که حوادث بزرگی اتفاق میفته، یه دفعه مردم با یه مصیبت های اجتماعی طبیعی و اینها روبرو میشن. مثلا توجه داشته باشید که دیکتاتوری نظامی یونانی ها چی شد؟ اون موقعی که در برسر قبرس فلان شد. در آرژانتین دیکتاتوری نظامی چطور افتاد؟ وقتی که حمله کردن به ماجرای فالکلند و فلان و بهمان. یا مثلا در روسیه همین که سالگرد صدومی سالگرد اوکراین دیگه چطوری شد؟ مصیبت های جایی رسید که اصلا مردم پرید، اصلا هیچی، اصلا گلوله شلیک نشد در انقلاب فوریه.
دقت کنید این چند چیزهای مردم میریزن و تمام اون ترسها در یه لحظه میریزه. دقت کنید این مسئله به نظر من منطقه اسباب ارتباط گیری حالا آماده است به نظر من. و حتی در واقع میشه گفت که جهتهای به اصطلاح اون افق تاریخی درست معکوس اون چیزیه که جمهوری اسلامی میگه. حالا چه هست؟ اونو دقیقا هنوز نمیشه مشخص گفت که چه هست، چرا که آشفتگی های زیادی وجود داره به دلایل خیلی روشن، ولی در جهت تاریخی معکوس جمهوری اسلامی ما به اون طرف بر نخواهیم داشت. میشه گفت که این اظهار بی‌اعتمادی که مردم داشتن نسبت به چه دولت، چون میدونیم توی دوره گذشته جناح‌های مختلف تلاش میکردن که همدیگه رو به نوعی به اصطلاح از هم امتیاز بگیرن، افشا بکنن همدیگه رو غیر گذاری، من جمله همین مورد مسکن‌های مهر رو دیدیم که هم دولت تلاش کرد که بندازه گردن احمدی نژاد، به نوعی به اصطلاح پای جناح رهبری رو به اصطلاح این وسط بکشه، از اون بر برخوردهای مقابلی هم که شد. اما به نظر میاد که مردم به هیچ کدوم از این قضایا زیاد توجه نمی کنن، یعنی به دام این نمی افتن و برخوردی که داشتن اتفاقا چه در برخورد با روحانی هم تو شما اشاره کردید، چه بعدن که خامنه ای اومد پلاکارت هایی که مردم داشتن و کنار خیابون گرفته بودن که رهبر نمی خواهیم اینها، یا حتی رهبر ولی فقیه رو ولی وقیه و اینها داشتن به دستش. و حال آیا میشه پس نتیجه گیری کرد که امروز به لحاظ آگاهی سیاسی مردم در مرحله بالاتری قرار گرفتن به این فاصله گیریشون از جناح‌های مختلف، به معنای این است که مرحله جدیدی از جنبش مبارزاتی مردم رو در روبرو داریم؟ ببینید مسئله آگاهی سیاسی ممکنه کلمه به اصطلاح گمراه کننده ای بشه، یعنی اینکه مردم میدونن چه میکنن و فلان، چون میدونید که هنوز تشکل هایی میخواد، یک مقدار روشنایی میخواد، اینکه مثلا روشنایی میخواد که یه دفعه دیگرانی استفاده نکنن. ایرانی ها یادتون باشه ناسیونالیزم ایرانی پررنگه، در معنای منفیش نمیگم ناسیونالیزم، یعنی ایرانی ها نمیخوان خونهشون رو به دیگران بسپارن که رتق و فتق امورش رو مثلا محمد بن سلمان یا مثلا ترامپ یا نمیدونم نتانیاهو فلان دربارش اظهار نظر بکنن. خودشون اون ملتی هستن که میخوان خودشون تصمیم بگیرن. در با همه ملت های دوری هم مردم ایران قطعا اینطوری هست، ولی یک چیز روشنه، اینه که همه اینها یه نگرانی هایی دارن، یه آشفتگی هایی وجود داره، یه سرخوردگی هایی وجود داره که آگاهی سیاسی به اون معنا که دقیقا چه میخوان شاید به اصطلاحی نباشه، ولی میشه گفت که سرخوردگی قطعیه، جهتگیری تاریخی و اجتماعی مردم قطعیه که چه هست. اینها خیلی به اصطلاح برجسته است و به تو ذوق میده. همین که اشاره کردید این جناها، مثلا فکرشو بکنید ماجرای مسکن مه واقعا ورشکستگی بود دیگه. حالا مثلا اومدن گفتن که اون معاون نمیدونم عمرانی شهر استاندار کرمانشاه کجا بیشتر از 100 نفر در اون مسکنهای مه کشته شده هم دو فلان. اون آقای نمیدونم چیز یکی از دفتر ویژه رهبری که معاون نمیدونم دفترش فلانشه، بعد که وحید حقانی اون چه رفتی به هم دارن و فلان، بعد حسابی تو نمیفهمی اصلا چه، یعنی اینقدر شما کودن هستید یا مردم رو اینقدر، یعنی درست ماجرای پلاسکو، وقتی که پلاسکو اتفاق افتاد همه اون کسافت کاری ها فلان و بهمان شد، دادم رهبر با بصیرت همین قالیباف رو برس مجمع تشخیص مصلحت یه مدال هم بهشون دادم. اصلا منکر این هستن که چسته که اصلا جوابگو نیستن. یا دیدید که حکومت منتظر حکومت نباشید، خودتون باید فلان بکنید و اینها آخونده امام جمعه ها اومده بودن، یا حرفهای روحانی و جهانگیری و اینا، روحانی رفت اونجا چندشاورترین حرفهای ممکن رو زد، مردم باید خودشون ساختمان درست کنن اون بهتر میشه، ما هم نمیدونم وام میدیم یا مثلا کمک فلان مهمان همه چه. مرد ثابت در این دوره و زمانه این حرف رو زدن ببینید چه اصلا مثل در همون حد به اصلاح چی هستش، چه حرف جنتی که این زلزله مال مثلا چی هستی به خاطر زنا و فلان و بهمان. بابا این یعنی ما نه تنها اولا که مسکن مهر که مسکن خصوصی نبوده که
اونم دولتی نبوده که، خصوصیه دیگه. حتی اکثر در واقع شما اونو راه انداختید، هر چیزی در ایران حالا خصولتیه دیگه، شما ها راه انداختید، برای دولتی نبوده، یعنی عمومی نبوده، از مردم پول گرفتید ها. مسئله در مسکن اجتماعی لازمه در ایران، مردم اینو خیلی خوب میفهمن. یعنی مسئله عبارت از اینه که مردم حتما باید صاحب خانه بشن، همه میخوان صاحب خانه بشن، ولی نه اینکه مالک خانه. این خیلی مهمه، ممکنه مردم اینو متوجه نشن، ولی وظیفه اون آدم هایی که سرشون میشه یا اطلاع دارن، رفتن کار کردن و فلان، که خیلی ها هستن که در این مورد کار کردن، البته خیلی ها که میگن مثلا واقعا آدم هایی که واقعا فکر روشن داشته باشن کمتر هستن. مثلا من مثلا توصیه میکنم با همین رفیقمون اردشیر مهداد صحبت رو، خیلی در این حوزه کار کرده، میتونه مثلا مسکن اجتماعی رو خیلی او بهتر میتونه مثلا چی بکنه و اینا. هفته آینده بایشون قرار دید. نظر من مثلا جستش اینها مسکن اجتماعی لازمه، یعنی همه نمیتونن، همه 80 و چند میلیون ایرانی مالک خانه بشن، کیفیت خانه ها سقوط میکنه، اصلا امکان نداره چنین چیزی. و یعنی چه آخه؟ ولی همه باید صاحب خونه بشن، این جزء حقوق شهروندی امروز در جامعه اینطوری است. شما نه به مردم خودشون درست کنن، مثل خمینی میگفت که نمیدونم چی های مردم خودشون نمیدونم بایستی بازاریان محترم فلان بهمان. این مردم یعنی اینا دیگه ها. بابا مردم اصلا آهی ندارن با تو که ناله سودا بکنن، تو کجای کار هستی اصلا؟ منظورم اینه که هر دوتا جریان رژیم نه تنها بی اعتبار شدن، مردم به اونا اعتماد ندارن، بلکه حرفهایی میزنن که نفرت مردم رو برمی‌انگیزه. در همین رابطه من میخواستم سوال رو به این شکل مطرح کنم. واقعیت اینه که برخلاف چیزی که شاید بشه گفت سلطنت طلب ها اصلا فردای سقوط رژیم پهلوی سعی میکردن تبلیغ بکنن، اینه که رژیم جمهوری اسلامی در سردمه‌اش آدم های احمقی نمیتونن باشن. و به قول شما به هر حال حتی متکبرترین دیکتاتورها هم از نوعی خردگرایی واقعی بینانه در رابطه با منافع خودشون حداقل برخوردارن. این نمونه این ادعا رو میشه گفت که در سیاست خارجی به اندازه زیادی به اصطلاح اجرا کردن، یعنی اونجایی که لازم دیدن به قول خودشون نرمش قهرمانانه کردن، سیاست های ملایم تری رو مثلا در پیش گرفتن و غیرگذاری. چگونه است که در برخورد با مردم اینقدر به قول شما ابلهانه برخورد میکنن؟ نه تنها یه ذره مثلا نرمش قهرمانانه از خودشون نشون نمیدن، یه ذره حتی همدردی نمیکنن با مردم به معنی کما که گفتید که هم فوش میدن که به خاطر این است که دعای نمیدونم آیت الکرسی نخوندید، زنا کردید، بعد از امام خامنه‌ای تشکر هم بکنید که با امام زمان صحبت کرده مثلا برای اینکه زلزله از این بدتر نباشه و غیر وزارت، و یا برخوردهای توهین‌آمیز دیگه که اصلا کتک زدن مردم رو، اموالشون رو دزدیدن، کمک‌هاشون رو سرقت بردن و غیر وزارت. این عدم خردگرایی در مقابل مردم رو آیا فقط به دلیل تکبرشون یا به دلیل اینکه برای مردم اصلا ارزشی قائل نیستن و قدرت اونها رو نادیده میگیرن، از کجا ناشی میشه این مسئله؟ این نکته خیلی مهمیه که شاید حالا نمیشه دقیق‌تر مجال چیزی نباشه، ولی من تیتروار میگم بهتون که نظر خودم رو در این مورد. البته اونه وارد از اینه که تناقضات ساختاری داره جمهوری اسلام، وضعیتش طوریه که اصلا یه نیروهایی رو فعال میکنه که حتی خودش نمیتونه جمع جور بکنه. خب اون عقلانیت به اصطلاح ابزاری یا اون خرد به اصطلاح ابزاری که ماکس وبر میگه که حتی آدمهای خیلی دیکتاتور و فلان هم منافع، یعنی که آدم منافع خودش رو تشخیص بده، بایستی قاعدتاً داشته باشن حکومتی ها، یعنی این همه کارشناس و فلان پول خور دارند و فلان را چرا نمیتونن؟ از نظر ساختاری نمیتونن جمع جور بکنن. یعنی در واقع یک چیزی رو مثلا یک کسی یه حرفایی رو مثلا درست زد، ولی از اون طرف یک کسی یه جای دیگه، یعنی میدونید که حکومت مثلا ببینید چند تا نهاد متناقض وجود داره،
این از تناقض ساختاری جمهوری اسلامی. عقلانیت مرسوم برای یک جامعه امروزی در این دولت امکان ناپذیر هستش. توجه داشته باشید که نه اینکه نمیفهمن، تک تکشون رو بذارید متوجه میشن که نباید این حرف رو بزنن. مثلا اگر یه این حرف رو بزنن، آیا این یادتون باشه که خامنه‌ای توافق هم کرده بود، احمدی نژاد گفت زنها میتونن برن استادیوم ها و فلان و بهمان ورزش و فلان و بهمان. بعد اینکه حتی احمد نژاد با یه حالت به اصطلاح چیز خاصی گفت که مسئله ما اینه که مثلا دخترها میرن استادیوم یا نه و فلان و بهمان، که اینا یه عده بند کردن به این. ولی فرداش دیدیم که رهبر گفت که فلانه نداریم. رهبر خودش نفهمید؟ نه، رهبر معلومه چرا. احمدی نژاد نمیتونست آب بخوره بدون اجازه رهبر، همونطور که روحانی هم نمیتونه این کار رو بکنه. چرا اینطوری شد؟ یه دفعه فلان آیت اللهی از اونجا بلند میشه یا نباید برم. و نه اینکه این رهبر با بصیرت خیلی لرزانه، بعد اینکه اون اجتهاد فلان داره، این یکی فلان داره، اون یکی بهمان داره، نمیتونن جمع جور بکنن. ده ها مورد اینطوری است. مثلا ببینید اینها، این علم الهدای ابله، توجه داشته باشید، یکی از اونهایی که واقعا نشان بعدا خردگریزی به اصطلاح چشمگیری داره دیگه این آدم. مثلا میگه که مشهد شهر امام رضاست، اینجا کنسرت و فلان و بهمان نمیشه. ولی توجه داشته باشید چند تا از این به اصطلاح مؤسسات اعتباری به مشهد تعلق دارن، پدیده شاندیز، سامن الائمه، کوفت، زهرمان و فلان. اینجا شهر امام سامن الائمه چطوریه که اینقدر مرکز دزدیه؟ نمیتونن کنترل بکنن. هر کس بزلایاتون، اون یکی قبل از این بود تبسی، اونجا رو میگفتن که سلطان خراسان دیگه بهش رسن، اسمشو مردم گذاشته بودن. چرا اینطوریه؟ اصلا به خاطر اینکه تناقضات ساختاری داره، نمیتونه خودش رو جمع جور بکنه. این مسئله خیلی مهمیه که بایستی سر جای خودش مورد بحث قرار بگیره. در فرصتی که باقی مونده من فکر کردم بتونیم یه مقدار جمع ببندیم بحث مونده. و به هر حال تمام بحث ها برخوردهای مختلفی که از طرف کارشناسان شده و از طرف خود مردم مطرح میکنن توی مصاحبه های مختلف و غیر و ذلك، همه و همه روی این انگوش میذارن که دولت و کلن رژیم جمهوری اسلامی، با توجه بگی برای 14 مدت کوتاهی نیست برای برنامه ریزی. میدونیم که کشور ایران یک کشور زلزله خیز روی خط زلزله قرار داره و به قول کارشناسان مدت ها قبل از این روی کار آمدن جمهوری اسلامی برنامه هایی هم برای جلوگیری است یا به حداقل محدود کردن اون تبعات آسیب دهندش صورت گرفته. اما برخوردها میبینیم که اولا که هیچ سیاستی در این رابطه اعمال نشده، هیچ حرکتی نکرده. رژیمی که ثروت عظیمی داره از طریق فروش نفت و غیره و ذلك و به هر حال اقتصادش در دست دولت هست و باید به هر حال وظیفه دولت هست که تأمین اجتماعی رو که من جمله برخورد با سوانه طبیعی هم جز بشه هست به عهده بگیره، تا به حال هم چه کاری رو نکردن و بی اعتنا هم هستن، اساسا براشون انگار مهم هم نیست این قضیه. این ماجرا رو چطور میشه توضیح داد و فکر میکنین که چه مقدار تعیین کننده است در دیدگاه ما نسبت به رژیم جمهوری اسلامی و ضرورت این که این رژیم باید برود به قول این هم یکی از اون مسائلیه که واقعا این یکی از اون مسائلیه که همون به اون تناقضات ساختاری جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی اگر یک نفر حتی رهبر بخواد این کار رو بکنه که درست بکنه، توجه داشته باشید اراده کردن ابزار و عضله میخواد دیگه. برای چنین چیزی در حکومت باید یه ساختار منسجمی وجود داشته باشه. در جمهوری اسلامی ساختار منسجم نمیتونه به وجود بیاد. این یکی از مسائل خیلی مهمیه که در رابطه با این رژیم، منظور اینه که دیکتاتوری هست ها یا فاسد هست و فلان. حتی حکومت های فاسد هم یه سلسله کارهایی میتونن بکنن. نه، این اصلا تناقضات ساختاری داره، نمیتونه نیرویی رو جمع کنه یه جایی رو متمرکز بکنه جز در مسائل امنیتی اون هیته
رهبران که به اصطلاح دور برشون هستن دیگه، اونا رو مثلا جامشون رو نگه دارن دو فلان و بهمان. حتی در اونجا هم میبینیم که با یه سلسله مسائلی رو برمستن. در این رابطه توجه داشته باشید که در ایران اینها واقعا حتی پول نفت رو بذارید کنار، به هر حال خود همین آستان قدس رضوی رو در نظر بگیرید، یکی از جاهایی که در واقع با این پولهایی که جمع میشه در اونجا، این رو مواردی که باید استفاده بشه چه هستش؟ میدونی که یکی از اون آیه هایی که در قرآن معمولا برای زکات و فلان که میگن که مواردش رو بکن، ابن السبیله، یعنی کسانی که در راه ماندن. آیا کسی که خانهش ریخته اون هم هست ابن السبیل یا نه؟ به نظر من قطعا هست دیگه ها، هر آدم عاقلی باید. آیا نمیشه همون پولها رو ریخت اینجا به جای نبات دادن به مردم و فلان و اینها؟ نه، ولی اون موقع اون آخوندا چه کار بکنن؟ اون خوردن و خوابیدن و فلان و بهمان دیگه ها؟ این نمیشه. یه به چنین چیزهایی در واقع ما در دوره شاه میتونستیم چنین چیزی رو داشته باشیم. شاه دیکتاتور بود، حتی فاسد بود، فلان بود و اینها، ولی در جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان ناپذیره. این یعنی یک چیز علارغم این است که تمام قدرت در دست رهبر ولی فقیه هست، یعنی به نظر میاد که خب ولی فقیه با این همه نیرو و قدرتی که در دست داره اگر بشکن بزنه مثلا میتونه تمام مسائل رو حل بکنه. چطوری که همه چیز امکان پذیر؟ دقیقا اگر این طوریه خب میتونست مثلا زنها اجازه بدید، گفته بود دیگه خودش، برن استادیوم مثلا. بابا مسئله این نیست که یه فشاری آورد همونطور که سازمان دادم. مثلا بینید که اگر زلزله رو توجه داشته باشید، چند روز قبل از زلزله کرمانشاه در همون غرب کشور اینها میگن 2 میلیون نفر رو میفرستن به اربعین. میدونید که اربعین حالا جای اون امام زمانی رو که دوره یه چیز که رفت آقا رو هم ملاقات کرد و فلان، یه دوره احمدی نژاد هر روز بحث امام زمان بود، یه دفعه خاموش شد. حالا اربعین رو راه انداختن. خدا آقای بابسیت هم گفته که کاش من اونجا بودم و مثلا خوشا به حالشون که در چیزم. 2 میلیون نفر رو در یک کشوری که این همه فقر و بدبختی و مصیبت هست، درست از اون منطقه ای که همینجا فرستادید ها به کربلا و نجف، درست در اونجا زلزله اتفاق افتاده، توجه داشته باشید ها. فسادت یعنی میده که به نوک بینیشون بیشتر نمیتونن ببینن، در حالتی افتادن که حالت چرخش ندارن، یعنی امکان تصمیم گیری قاطع. که مثلا یه رضاخانی وجود می داشت مثلا ها، حالا مثلا اینجا اون محمد بن سلمانی که اومده ها، میده که یه کار کارستان باید بشه، یعنی یه ساختار میده که باید یه عالم دستگیری بشه. چه این اتفاقاتی توجه داشت، ساختاری میخوام بگم ها، که خاندان سعودی حکومتش یه چیز ساختاری داشته، وهابیت رو باید یه طوری بکنن، شاهزاده ها رو یه طوری بکنن، فلان ها رو یه طوری بکنن. در جمهوری اسلامی هم چنین اراده ای چنین چیزی وجود نداره. تناقضات ساختاری در اینجا عمیق تر از اونجا، اینجا کشور پیشرفته تری از نظر اجتماعی ایران تا عربستان سعودی، دقت بکنید. بنابراین که امکانش خیلی سخته. در نتیجه راه حلی که برای مردم باقی مونه چی هست؟ همین که دیکتاتور قدرتمند که مردم میتونن خودشون چیکار میکنن دیگه. واقعا همینه که در فراسوی جمهوری اسلامی همه راه ها در بر روی به اصلاح اون زیر پا باید بمونه، رد بشن مردم، هیچ راه دیگری وجود نداره. یعنی خودشون بهتر میدونن مردم، میبینن میگن دیگه، حالا اصلا بهتر از ما میگن.